بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام پایانی تیر ماه یکی از مسائل مهم و تاریخی ما توافق بین المللی بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان بود که در پنجمین سالگرد اون قرار داریم. اساس این حرکت دیپلماتیک بر این مبنا بود که ما برای جهانیان ثابت کنیم ایران کشوری صلح طلب است و پروژه‌ای که سالیان دراز آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دنبال اون بودند و اون پروژه امنیت سازی برای جمهوری اسلامی ایران بودند، نشون بدیم که این پروژه بی اساس و بی اعتباره. از آغاز این حرکت ما یک مثلث شومی با این حرکت مخالف بودند. این مثلث شوم صهیونیسم بود، ارتجاع بود و تندروهای آمریکا. همه تلاش اونها در آغاز این بود که چنین توافقی به نتیجه نرسه و خب میدونید صهیونیست ها حتی وسط مذاکرات به اروپا رفتند، تلاش کردند. ارتجاع، یکی از سران ارتجاع به اروپا رفت برای اینکه توافقات رو برهم بزنند. البته تأخیر ایجاد کردند. ما بنا بود توافق نهایی ما در آذر 93 نهایی بشه، این رو تأخیر انداختند تا تیر 94. اما در این حال برای اینکه کلن این توافق رو نابود کنند ناموفق بودند. منتها همین مثلث شوم روند خودش رو ادامه داد، مخصوصا در سال 95 که اینها شاهد این بودند که ایران و منطقه و دوستان ایران دارن از این توافق منتفع میشن، با قدرت بیشتری به میدان آمدند و رژیم فعلی آمریکا که هم در توهمات بود و هم تندروها حاکم بودند و هم نتایج حرکت‌های خودش رو به درستی نمیتونست ترسیم بکنه، وارد عمل شد. منتها هدفشون این بود که شکستن این توافق به گردن ایران در تاریخ ثابت بشه، یعنی آمریکا یک اقدامی انجام بده، متقابلا ایران کل برجام رو کنار بگذاره و از این توافق خارج بشه، بعد بگن خب این ایران بوده که از برجام خارج شده و این توافق رو کنار گذاشته. هنرمندی و هوشمندی ایران از سال 97 که آمریکا این تعهد سیاسی و تعهد اخلاقی و حقوقی رو زیر پا گذاشته این بوده که نگذاشته این توطئه محقق بشه و ثابت کرده به دنیا تا امروز که مقصر اصلی قانون شکنان آمریکا هستند. البته این دولت فعلی آمریکا نمیتونه معیار هیچی باشه. بر مبنای عملکرد کاخ سفید امروز ما نمیتونیم میزان و معیاری رو قرار بدیم برای اینکه یک توافقی رو بررسی بکنیم و مورد سنجش قرار بدیم، چون اینا از همه توافقات مهم بین المللی از آب و هوا گرفته تا
تا بهداشت جهانی، تا یونسکو، تا بسیاری از توافقاتی که با کشورهای مختلف داشتن بدون دلیل خارج شدند. بنابراین اینا معیاری نیستند و امروز هم همه دوستان آمریکا و بخش بزرگی از ملت آمریکا هم قبول دارند که حرکات اینها به ضرر خود ملت آمریکا و دوستان آمریکاست. اما اونچه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستاورد این حرکت داشت، خوشبختانه اون دستاوردهای اصلی همچنان محفوظ مونده. ما همه تبلیغاتی که در طول سالیان دراز علیه جمهوری اسلامی ایران میشد که جمهوری اسلامی ایران مخفیانه داره همه تعهدات بین المللی خودش رو زیر پا میگذاره، روشن کردیم که این حرفها حرفهای بی اعتبار و بی اساس بوده و فعالیت هسته‌ای ایران همواره در چارچوب مقررات بین المللی بوده. این اثر امروز هم هست، فردا هم خواهد بود، تا پایان تاریخ هم باقی خواهد ماند که تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند بی اساس و بی اعتبار بود. دوم اینکه اینا یک سکویی درست کرده بودند که با این سکو همواره بتونن امنیت ملی ایران رو در خطر قرار بدن. اون سکو فصل هفت منشور بود. اون سکو قطعنامه هایی بود که در سازمان ملل و در شورای امنیت علیه ایران تصویب کرده بودند. ما این سکو رو تخریب کردیم. سکویی که دشمنان ایران آماده کرده بودند تا از اون سکو استفاده کنند علیه امنیت ملی ایران، اون سکو با این توافق از بین رفت و البته هیچ کس در حوادث بعدی و مسائل امروز و فردا ایران رو نمیتونه سرزنش کنه. ایران در چارچوب معیارهای حقوق بین الملل، معیارهای سیاسی، عرف بین الملل، معیارهای اخلاقی حرکت کرده و اگر دیگران تخلفی انجام دادند، این به معنای آن نیست که ایران در این ماجرا مقصر هست. البته ما یک امتحان و آزمایش دیگری پیش رو داریم در هفته های آینده و اون حفظ یکی از دستاوردهای این توافق هست که پایان تحریم تسلیحاتی ایرانه و این موضوعی است که ما همچنان با دقت این رو تحت نظر قرار دادیم و کشورهای چهار به اضافه یک باید بدونن که امروز بحث منافع ایران یا روابط ایران با اونها یا روابط ایران با کشورهای منطقه تنها مطرح نیست. امروز بحث حفظ حقوق بین الملل، امروز بحث چند جانبه گرایی، بحث ارزش توافقات بین المللی است و اگر امروز با دقت عمل نکنند و بخوان تحت تاثیر آمریکا قرار بگیرند، ضربه اساسی به حقوق بین الملل، مقررات بین المللی و به چند جانبه گرایی زدند و این به ضرر همه خواهد بود. البته تا امروز، تا این لحظه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، آمریکا در حرکت‌های سیاسیش و در حرکت‌های حقوقیش همواره در طول این دو سال و چند ماه شکست خورده و امیدواریم با هوشیاری کشورها و مخصوصاً کشورهای چهار به اضافه یک، آمریکا همچنان در این صحنه ناموفق باشه و ما بتونیم در شرایط مناسب اونچه که امروز برای این توافق پیش آمده جبران اون رو
توسط کشورهای چهار به اضافه یک شاهد باشیم. اما نکته مهم امروز اینه که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تسلیم زور و فشار از طرف قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا نبوده و امروز هم تسلیم این فشارها نخواهد شد. ایران در طول این دو سال و چند ماه که اونها می‌خواستند ما رو منزوی بکنند، ایران منزوی نشد و ایران منزوی نخواهد شد. تو همین حوادث چند هفته گذشته که اینا می‌خواستند اجماعی علیه ما در شورای حکام درست کنند، به خوبی شاهد بودند که در این راستا ناموفق بودند و در یک جمع شورای حکام حدود 9 کشور 10 کشور با توطئه اونها مخالفت کردند و تسلیم اونها نشدند و 2 کشور بزرگ روسیه و چین در برابر این حرکت خلاف مصلحت جامعه بین الملل ایستادگی کردند. ایران منزوی نشده و نخواهد شد. ایران حرکت‌های توسعه‌ایش اگر هم بتونن کند بکنند متوقف نخواهد شد. ما همه طرح‌هایی که امروز داریم پیش می‌بریم، همه طرح‌هایی که در طول این هفته‌ها داره افتتاح میشه، همه طرح‌هایی که در ماه‌های آینده در پیش روی ما افتتاح خواهد شد، نشان اینه که اونها به اهداف خودشون دست نخواهند یافت. البته فشار و سختی در این شرایط برای مردم عزیز ما هست و متاسفانه آمریکایی‌ها همواره علیه منافع ملت ایران در طول دهه‌های گذشته و مخصوصاً در سال‌های اخیر پافشاری کردند، اما به اهدافی که مورد نظر اونها هست هرگز نخواهند رسید. ما در این 2 سال و چند ماهی که در سخت‌ترین فشار و تحریم بودیم، خوشبختانه با ایستادگی مردم، با مقاومت مردم، با فداکاری همه کارآفرینان، همه کشاورزان، صنعتگران و همه اونهایی که به ملت دارن خدمت میکنند، ما کارنامه سال 98 ما که حالا روزهای پایانیش و هفته های پایانیش با سختی کرونا هم توأم بود، نشون دادیم در سال 98 که هم تونستیم تورم رو نسبت به ماهای قبل کاهش بدیم در پایان سال و هم در پایان سال به این نتیجه رسیدیم که رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت بوده. این هر دو مسئله مهمی است که در برابر این فشارها مردم ما شاهد بودند. حالا در کشاورزی که یک رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای سال گذشته داشتیم، بالای 8 بوده رشد کشاورزی ما، در صنعت ما هم رشد بسیار خوبی داشتیم و انشالله امیدواریم امسال هم علی‌رغم اینکه سختی ها مضاعف شده، باز هم در زمینه صنعت، در زمینه کشاورزی و حتی در خدمات در بعضی از بخش ها ما شاهد رشد باشیم و شاهد کنترل فشارهایی که امروز بر علیه ما وجود داره. نکته دومی که میخوام عرض کنم این که ما از پایان سال گذشته و آغاز امسال با یک ویروس خطرناکی مواجه شدیم. در برابر این ویروس خطرناک ما 2 ماه در شدت فشار این ویروس در مناطق مرکزی و شمالی کشور بودیم. 2 ماه شدت فشار بود برای ما، یعنی از آخر بهمن ماه تا تقریبا اواخر فروردین
تا 26 فروردین. در این دو ماه فشار زیادی بر ما بود، آمار فوتی های ما سرقمی شده بود و ما تونستیم از 26 فروردین بر موج اول غالب شیم و در ماه اردیبهشت یک نوع آرامش نسبی مردم ما احساس کردند و شاهد بودند. مواجه شدیم در اواخر خرداد، از 25 خرداد با موج دوم، که این موج دوم دیگه در مرکز و شمال کشور نبود بلکه بیشتر در جنوب کشور و مناطق مرزی ما بود، حالا یا مناطق غربی ما بود یا مناطق جنوبی ما بود به طور عمده. البته الان با یه استان شرقی هم ما باز مواجه هستیم، خراسان رضوی. بنابراین این موج دوم موجی بود که از موج اول در اون ماهای پایان سال و فروردین هم شدیدتر بود و هم متاسفانه مردم عزیز ما فکر کردن که به طور کلی از کرونا عبور کردیم، ولی زیاد در موج اول مراعات مردم، همکاری مردم، البته ماه رمضان هم بود، ایام فروردین و تعطیلات نوروز هم بود، همه دست به دست هم داده بود. مردم اون وقت به خوبی مراعات کردند، همراهی کردند، همکاری کردند و ما عبور کردیم. امروز ما باز نیازمند همراهی و همکاری هستیم. ما به حول قوه الهی اون دور دو ماه ما در شدت بودیم و بعد از شدت آمدیم پایین. الان حدود یک ماه تقریبا در شدت قرار گرفتیم و من بسیار امیدوارم، البته حالا اینا همه وابسته به اینه که همکاری ها و همراهی های کل ملت ما چگونه باشه، انشاءالله این دور هم امیدوارم بیش از دو ماه نشه. ما یک ماهش گذراندیم، انشاءالله یک ماه پیش رو ما میتونیم از این موج عبور بکنیم با همکاری هم دیگر. امروز گزارشی که وزیر محترم بهداشت درمان به من داده خبر خوشحال کننده است، که میگه در برخی از استانهایی که در هفته‌های پیش با سختی مواجه بودیم، مثل خوزستان، مثل هرمزگان، مثل کرمانشاه، مثل کردستان، امروز شاهد یک آرامش نسبی هستیم و میتونیم بگیم از اون حالت پیک کم کم داریم عبور میکنیم. این خبر هم خوشحال کننده است، هم به ما داره میگه اگر همه دست به دست هم بدیم در این موج دوم هم به خوبی انشاءالله از این موج عبور خواهیم کرد، هم سلامت مردم که اهمیت اول ما هست، هم زندگی مردم، اقتصاد مردم، معیشت مردم که اولویت دوم ما هست، و ما انشاءالله شاهد خواهیم بود که با همراهی هم میرسیم به یک نقطه‌ای که نقطه آرامش دو مرتبه خواهد بود. خوشبختانه مردم ما در یکی دو هفته اخیر مراعات‌های خودشون رو به مسائل بهداشتی و توجهشون نسبت به پروتکل‌ها بسیار بیشتر شده. هم رسانه‌های ما، صدا و سیمای ما تلاش بسیار خوبی برای تبیین این مسئله کرده، هم متخصصین ما به خوبی مسئله رو برای مردم تبیین کردن، هم مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید کردن. امروز به حمدالله ما هم شاهد یک نوع فاصله گذاری اجتماعی هستیم، هم شاهد هستیم اون جلساتی که در ماه اردیبهشت و اوائل خرداد از عروسی ها و عزاها و مهمانی ها آمار و ارقام به ما نشون میده یه مقدار کاهش پیدا کرده و ما خواهش ما از مردم اینه که تجمع رو کنار بگذاریم، سبک زندگی رو منطبق کنیم با شرایط امروز، تجمعات غیر ضرور رو
سمینارها، اجتماعات، اون چی که ضروری نیست فعلا کنار بگذاریم. حتی مسئولین بهداشتی ما که لازم دیدن برخی از آزمونها به تأخیر بیفته، این رو ما قبول کردیم که در یک شرایط بهتری این آزمونها برگزار بشه، و استان ها این اختیار رو دارن وقتی در شرایط قرمز و هشدار قرار میگیرن که ستادهای استانی خودشون اقدامات لازم رو انجام بدن. من میخوام سپاسگزاری کنم از ملت بزرگ ایران به خاطر رفتارشون در روزهای اخیر و در این یکی دو هفته اخیر، که حتما این رفتار و این مراعات نسبت به پروتکل‌های بهداشتی ما در هفته‌های آینده شاهد آثار مطلوب و خوب اون خواهیم بود. عقدها میتونه برقرار بشه در ماه پیش رو و ماه ذی‌الحجه و این اواخر ماه ذی‌قعده که ما هستیم، اما عروسی ها انشاءالله بمونه برای فرصت مناسب، اجتماعات بمونه برای فرصت مناسب، مهمانی ها بمونه برای فرصت مناسب، تا انشاءالله ما از این مسئله عبور کنیم. نکته بعدی که من میخوام روش تأکید بکنم، سخنرانی بسیار مهم مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان ملت سخنرانی بسیار مهمی رو ایراد کردند که من میخوام اینجوری از این سخنرانی برداشت کنم که مقام معظم رهبری مثل همیشه در این شرایط بسیار سختی که ما قرار گرفتیم، راه حل رو وحدت و انسجام و تعاون و دست همدیگر رو گرفتن دیدند، که قبلا هم ایشون همواره بر این مسئله تأکید میکردن. همه ما میدونیم که در کشور ما طبق قانون اساسی ما تفکیک قوا داریم و سه قوه به نوعی در فعالیت خودشون در چارچوب قانون اساسی استقلال دارند، اما این تفکیک قوا و این استقلال به معنای تعارض قوا نیست اولا، و ثانیا به معنای اهداف مستقل نیست. بله، قوای سگانه هر کدام وظایفی دارن، وظایف خودشون رو انجام میدن در قانونگذاری، در نظارت، در قضاوت، در عدالت، در اجرا و بار اجرا رو بر دوش گرفتن، اما سه تا هدف رو ندارن، یک هدف واحد دارن و اون هدف خدمت به مردمه. همه قوای سگانه به تعبیر شهید مدرس، ما همه وظیفه‌مون اینه که نوکر مردم باشیم. حالا تعبیر ایشون این بود که حتی انبیا هم، این تعبیر شهید مدرسه، حتی انبیا هم برای نوکری مردم مبعوث شدن. انبیا هم مبعوث شدن برای اینکه خدمت کنن به مردم، کار دیگری نداشتن. برای هدایت مردم بود، برای کمک به مردم بود، برای خدمت به مردم بود. همه قوای سگانه ما باید مسابقه بگذاریم در نوکری برای مردم، نه چیز دیگه. اعمال ما و رفتار ما و یاری هم دیگر در این شرایط سختی که مردم دارن، مردم از ما توقع ندارن که این تریبون هایی که اونا در اختیار ما گذاشتن، الان امروز من اگه از این تریبون دولت دارم صحبت میکنم، این امانتی است که مردم در اختیار ما گذاشتن. اگر تریبونی در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مردم به امانت در اختیار گذاشتن. اگر در اختیار قوه قضاییه است، مردم اینا رو به امانت به ما دادن. این تریبون ها برای این است که درد مردم، مشکل مردم و راه حل اون مشکل رو تبیین کنیم، در برابر دشمنان مردم بیستیم و مقاومت کنیم. اگر خدای ناکرده از تریبون بخوایم به عنوان فضای مبارزات حزبی و جناحی و انتخاباتی، مردم یه همچون اجازه‌ای به ما ندادن. و
من کاملا امیدوارم در جلساتی که با رؤسای دو قوه دیگر داریم یک بیان داریم و یک هدف رو همه داریم تبیین میکنیم و ما باز هم به عنوان دولت به سمت قوه مقننه، به سمت قوه قضاییه دست دوستی رو دراز میکنیم و تا لحظه آخر افتخار ما اینه که به مردم خدمت کنیم. من در اینجا خدمت مقام معظم رهبری قول میدم، همونطور که ایشون توصیه کردن، که دولت باید تا روز آخر به خدمت خودش ادامه بده. خدمت ایشون اعلام میکنم که دولت با همه توان تا روز آخر، تا ساعت آخر، تا لحظه آخر مثل روز اول با همون روحیه، با همون نشاط، بدون اینکه به حاشیه سازی هایی در کنار گوشه توجه بکنه، خدمت به مردم رو ادامه میده و مردم عزیز ما هم بدونن ما همه قوای سگانه تحت لوای هدایت های مقام معظم رهبری هدف ما اینه که نذاریم آمریکا موفق شه، نذاریم صهیونیسم موفق شه، نذاریم ارتجاع منطقه موفق شه و ما اهدافی که مورد نظر هست به اون اهداف دست پیدا بکنیم. خب ما تو ماهای اولیه با مشکل کرونا هم مواجه بودیم، همه آمار و ارقام به ما نشون میده که تو ماه خرداد وضع ما از اردیبهشت بهتر بوده، اردیبهشت وضع ما از فروردین و اسفند سال قبل بهتر بوده. یعنی ضمن این که ما داریم میریم، روند به تدریج داره اصلاح میشه. رشد صنعتی ما در ماه خرداد با اردیبهشت قابل مقایسه نیست. یعنی این ماه 10% ما رشد داریم نسبت به ماه قبل. یعنی نشون میده پس حرکت به سمت رشد اقتصادی شروع شده و آغاز شده و مشکلات ما کمتر شده. حالا برای اینکه از رو آمار ما بدونیم وضع ما چگونه بوده، ما 31 مرز زمینی با کشورهای همسایه‌مون داریم. یه روزی بود همه این 31 مرز در آخر پارسال و اوایل امسال تقریبا بسته شده بود و امروز که ما خدمت مردم عزیز هستیم، از این 31 21 مرز بازگشایی شده. پس ما قدم به قدم داریم بر مشکلات فائق میشیم، شرایط ما بهتر میشه. اما در این حال میدونیم دولت 12 در آستان آخرین سال هست. ما وارد مرداد کم کم میشیم و از مرداد به معنی اینه که یک سال پیش رو دولت فرصت خدمت داره. سخت ترین سال پایانی همه دولت ها سال پیش روی ما هست. یعنی دولت قبلی، حتی دولت 11، دولت های قبل، هر دولتی رو که ما مقایسه بکنیم که ممکنه در سال آخر سختی ها و مشکلاتی احتمالاً داشته، این دولت سخت ترین سال پایانی خودش رو میگذرونه. اما در این حال با نشاط، با روحیه، با امید. و ما تشکر ما از مردم عزیز ما هست که مردم عزیز ما تحملشون، صبرشون، آستانه مقاومتشون در برابر همه فشارها به گونه‌ای بوده که ما امروز باید سر تعظیم در برابر ملت بزرگمون فرود بیاریم و هزینه‌ای که مردم ما امروز دارن پرداخت میکنن برای استقلالشون هست. همه دنیا میدونن اگر ایران میخواست مستقل نباشه، اگر ایران میخواست تسلیم بشه در برابر قدرت‌های بزرگ، امروز این مشکلات مادی اینجوری نداشت. اما حاضر نشده استقلال خودش رو بفروشه، حاضر نشده قدرت ملی خودش رو در برابر دیگران تضعیف بکنه. خب این کار بزرگ، این ایستادگی مردم یک ارزش بزرگ ملی است.
هیچ کس حق نداره در برابر ارزش ملی مردم و از ارزش ملی های کشور کاسبی بکنه. این ارزش ملی مال مردمه، مردم ایستادگی کردن برای استقلال خودشون، مردم دارن همدیگر رو یاری میکنن برای مبارزه با کرونا، همدیگر رو یاری میکنن در مشکلات اقتصادی، و ما تجربه ما در کرونا نشون داد که حاکمیت واحد راه چاره اصلی برای حل مشکلات کشوره و امروز همه باید اون حاکمیت واحد رو هم در برابر بیماری هم در برابر مشکلات اقتصادی حفظ کنیم، و قطعاً با این حاکمیت واحد ما میتونیم بر مشکلاتمون فائق بشیم و شرایطمون رو شرایط بهتری پیش رو ببینیم. آمار و ارقام هم به ما نشون میده که اگر در بعضی از موارد ما مشکل داریم، در بعضی از موارد دیگر شرایط بهتری امروز پیش روی ما هست. بنابراین ما به مردم عزیز ما و به رهبری معظم انقلاب اینجا قول میدیم که دولت با همه توانش و با همه امکاناتش برای رسیدن به اهداف بزرگ ملیش انشاءالله تا روز آخر و ساعت آخر با پایداری و با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.